کارشناسی حسابداری دارم از دانشگاه آزاد بارجین، بعد با معدل 17.44. بعد تقریبا 3 هفته پیشم یه ماک دادم و اوورالم تقریبا 6 بود. به خاطر همین در نظر گرفتم که برای ویزای تحصیلی اقدام کنم از استرالیا. میخواستم اول نظرتون رو بپرسم که همین رشته رو اقدام کنم، یعنی آینده رشته حسابداری توی استرالیا، و اینکه خب در نهایت منجر به پیار بشه دیگه، بتونم اقامت دائم رو بگیرم. ببین چند تا مسئله است. خب در نظرم در مورد کلیت قضیه که 100% موافقم و 100% کار درستی، ویزای تحصیلی هم کاملا باش موافقم، ولی همیشه گفتم که تحصیلی یه جوری که پایه های مهارتی از اول گذاشته بشه. این روشی که ما تحصیلی بریم بدون توجه به مهارتی روش خوبی نیست، ولی پایه هاشو بذاریم خیلی هم خیلی هم روش خوبی. اما این که شما بخوای بیای و حسابداری بخونی، چند تا نکته هست که باید بدونی. اولا اینکه حسابداری، شما باید بیای تو استرالیا حسابداری بخونی، بعد حسابداری خوندی اسکیل اسسمنت کنی روی رشته حسابداری. خب و اسکیل اسسمنت روی رشته حسابداری که گرفتی، حالا فرض کنیم که الان توی استرالیا هستی و درست هم خوندی و اسکیل اسسمنت روی رشته حسابداری هم گرفتی، حالا میخوای ببینی شرایط مهاجرت چیه. حسابداری احتمالاً شنیده باشی جزء رشته‌های پر رقابته، چون خیلی ها تو استرالیا حسابداری میخونن بعد میان تو رقابت مهاجرتی. کلا همیشه توی استرالیا رشته حسابداری جزء رشته‌های پر رقابت بوده و دانشجوهای بین‌المللی یه خورده همیشه غر میزنن که ما رفتیم حسابداری خوندیم، الان مثلا باید بریم اقامت به ما بدین و اینا. یه نگاهی به شرایطش بندازیم. ببین 9600 نفر سابمیت کردن تو صفن تو ویزای 189. البته با توجه به تعداد ویزاهای دعوتنامه امروز دیگه اینا عددهای بزرگی نیست، یه زمانی خیلی وحشتناک بود چون دعوتنامه کم بود، الان خیلی دعوتنامه زیاد شده. دعوت شده ها رو ببین کمن، ببینید 189 دعوتنامه‌اش کمه. توی 190 اما آمار خیلی بهتره. یعنی مثلا نگاه کن تاسمانیا رو ببین، شما 107 نفر دعوتنامه داشته توی 190، در حالی که بقیه‌شون نگاه کن همه زیر 20 نفر بوده. این اولین چیزی که ما نشون میده اینه که تاسمانیا محل بهتری برای تحصیل میشه تو آینده برای کسی که میخواد بیاد حسابداری بخونه. خب چون به تنهایی بالغ بر شاید 10 برابر بقیهشون دعوتنامه داشتیم. و 491ش هم ببین، دوباره ببین تاسمانیا 119 تا دعوتنامه داشت توی حسابداری، ولی تو امتیازهای مختلف هم دعوتنامه گرفتن، مثلا 75 تا یک میشه 60 خالص، 40 تا گرفتن. این تقریبا میشه یه تحلیل رشته. و شما میای استرالیا حسابداری میخونی، میری اسسمنت میگیری واسه در تحصیلی که کردی، جزء رشته‌ای که شما با لیسانس نمیتونی اسس بگیری چون تو ایران خوندی، حسابداری جزء رشته‌ای که میگه بعد تو استرالیا یه سری واحد پاس شده باشه برای اسسمنت. مثلا اگه یکی مهندس عمران باشه تو ایران، فوق لیسانس عمران تو استرالیا بخونه، با لیسانس عمرانش اسس رو میگیره و ممکنه شانس مهاجرتی باز کنه همون الان با لیسانسش. لنگ فوق لیسانسش نیست، ولی حسابداری اونجوری نیست. خب این یه چیزی که معمولا بچه‌ها نمیدونن در مورد حسابداری. حالا چه کار میشه میتوان کرد؟ آینده شغلی، یه ذره در مورد آینده شغلی حرف بزنیم. ببین حسابداری چند تا لول داره تو استرالیا. لول یکیش بوک کیپینگه که ما تو ایران فکر کنم بهش میگیم حسابداری، چیز دفتردار. بوک کیپینگ میکنه دیگه، تراکنش حساب رو در میاره و رصد میکنه و مینویسه این هر حساب برای چی بوده. خیلی از حسابدارا تو ایران این کارو میکنن، البته من بگم کارش بوک کیپینگ. بوک کیپینگ تو لیست مهاجرتی نیست، ولی خوب میشه تو استرالیا شغل براش پیدا کرد. یعنی خیلی سخت نیست شغل بوک کیپینگ گرفتن تو استرالیا. استپ بعدی بوک کیپینگ میشه تکس ایجنت، یعنی کسایی که اجازه دارن مالیات رد کنن برای مردم تو استرالیا، و بعدش میشه اکانتنت. شما بوک کیپینگ و تکس ایجنت میتونید تو استرالیا باشید،
ولی اکانتنت شدن تو استرالیا ماجرا داره. شما وقتی میخوای اکانتنت بشی، یعنی لایسنس اکانتنت شدن بگیری تو استرالیا، صرف تحصیل تو دانشگاه بهت کمکی نمیکنه. باید بیای مدارک CA یا چارت، همون چارترد اکانتنت، یا CPA بگیری. مدرک CA و CPA هم گرفتن تو استرالیا معمولا 2-3 سال کار داره. یعنی علاوه بر اینکه درس رو باید بخونی، باید بری کورس های CA CPA بگذرونی. شما در مورد CA CPA حتما شنیدی، میدونی اینا یا نه؟ بله بله. مدرک بنومری شاید بتونی از تو ایران هم شروع کنی براش مثلا درس بخون، چون اونها یه لایسنس های جدایی هست. برای همین یه مقدار فوق العاده آیندهش درخشان حساب داری تو استرالیا، نظر شغلی فوق العاده درخشانه، ولی یه ذره مسیر لایسنسش کمی ماجراهای خودشو داره. حالا شما میخوای حسابداری بخونی توی فوق لیسانس، همه اینا رو اگه بخوایم توش لحاظ بکنیم، باید بیاییم یک مسیری بذاریم که هم به درد مهاجرت بخوره، هم به درد کار بخوره برای تو استرالیا. اون مسیر مهمه. حالا اگه من به شما بگم حسابداری نخون، چه رشته به جز اون دوست داریم بخونی؟ من نمیگم، همینجوری دارم. مدیریت مالی. شما کلا تو فضای مالی هست، یعنی دوست داری تو اون فضا درس بخونی؟ من که خودم خیلی وقت دارم ساز میزنم، ویالو میزنم، ولی فکر نکنم مثلا که اون سمتی بتونم خرید کنم. میشه؟ نه اونو بلش کن، اونو بذار برای دل خودت بزن بقیه هم شد ولی برای استرالیا کمک نمون. ببین نه، همون بخش حسابداری و اینا خوبه، یعنی میشه رو اونو کار کرد. شما یه سوال، وابستگی خاصی به شهری داری تو استرالیا؟ یعنی برای فرق داره شهرهای استرالیا؟ نه من فقط چیز بیشتر آینده است، حالا اینه که موقت بعدا میشه شهر رو عوض کرد. این فامیلی نداری؟ نه. خیلی خوب، من اینو بنویسم. میشه چیز کرد، میشه یه رشته انتخاب کرد که به حال شرایطی ایجاد بکنه. حالا تو رزومه هم باید بیایم یه ذره کار کنیم که اون رزومه هم باز یه سری شانسایی ایجاد بکنه. من میتونم رو رزومت کار بکنم که یه شرایط خوبی برات ایجاد بکنم. دیگه چه سوالی داریم؟ فقط اون که سی پی ای گفتین، خب حالا اون که یه زمانی میبره، نزدیک 3 سالی کلا زمان میبره تا شما بگیرید. اگه من اونو داشته باشم و حالا یه مدرک از دانشگاه داشته باشم از استرالیا، میتونم به عنوان حسابدار اونجا مشغول به کار بشم؟ فوق العاده شرایطش خوبه. یعنی حسابدارا تو استرالیا یه چیزی تو لول پزشکا تو ایران، فوق العاده است شرایط. یعنی تو اگه بتونی تو استرالیا، اگه بتونی که قطعا میتونی. شما لایوای منو با آقای خلیلی نگاه میکردین؟ یه سری ما لایو داشتیم با یه حسابدار ایرانی تو استرالیا به نام برنامه‌مون، اسمش اکانتینگ تایم بود. آینده حسابداری کسی اگه روش سرمایه گذاری بکنه، انرژی بذاره، میگم چون یه ذره با رشته های دیگه متفاوته. بالاخره بعد از اینکه شما درس میخونی تو استرالیا، هرچند با درست میتونی بری وارد بوک کیپینگ و تکس ایجنت بشی، یعنی اصلا تو همین برسی استرالیا میتونی کارو. ما داریم در مورد اکانتینگ صحبت میکنیم، وگرنه تکس ایجنت، بوک کیپینگ، اکانت هولدر، اکانت پیبل، اینا همه اوکی هن، این شغلایی هن که پایین تر از حسابداری هن و یه طیف زیادی از شغلا رو داره که اونا لایسنس نمیخوان، نمیدونی همه رو انجام بدی و خیلی هم دارن انجام بدی. تو فقط من در مورد اکاونتینگ دارم صحبت میکنم که اون لایسنس رو میخواد. تو میتونی یه مسیر رو تجربه کنی تا به اون نقطه برسی. خب الان با اون بوکیپر و اینایی که میگی میتونم پیار بگیرم؟ حتی اگه با اون تصفیه دست بکنم؟ نه با بوکیپی میتونی شغل بگیری، میتونی کار کنی، میتونی گذران کنی، میتونی درآمد زندگی کنی، کار حرفه‌ای بگیری، همه اینا رو میشه. ولی اون یه دونه پیاره نمیشه با بوکیپینگ گرفت. ولی سی پی ای داشته باشم و مدرک چیز نباید. ببین داشتن سی پی ای برای گرفتن اقامت الزامی نیست. برای گرفتن اقامت، ببین ما یه اسسمنت داریم، یه لایسنس داریم. اسسمنت برای مهاجرت استفاده میشه، لایسنس برای شغل استفاده میشه. خب تو میای حسابداری میخونی تو استرالیا،
با تحصیلی که در استرالیا داری اسسمنت حسابداری رو بهت میدن و اسسمنت حسابداری هم تو میتونی بری باهاش مسیر مهاجرتی رو پیگیری کنی که رقابت یکم توش زیاده ولی میشه. خب ولی نمیتونی به شغل حسابداری بگیری. برای شغل حسابداری ولی لایسنس حسابداری بگیری. اینا رو با هم قاطی نکن. بدو از هم دیگه. خب چون رشته دیگه ای رو پیشنهاد نمیدین که کلن اصلا حالا حسابداری نباشه. ولی بشه پی آر گرفت باهاش. ببین میشه روش بحث کرد، میشه روش بحث کرد خب، ولی اگه واقعا علاقه زیادی به رشته حسابداری داری خب خودش خیلی گزینه خوبیه. یعنی با توجه به سنی که الان شما داری یه مسیر آینده خیلی روشنی میتونه تو استرالیا بذاره برات. علاقه که خیلی دارم ولی خب یه خورده ترسه هست که نشه اون آخری که باشه. ترسه تو همه رشته ها میتونه باشه. حالا الان که اوضاع مهاجرت خوب شده و نه شما اگه شهر خوب انتخاب کنی، مسیر درستی بیای، شهر خوب انتخاب بکنی، میتونی مثلا میگم شما یه شهر انتخاب میکنی، یه حسابداری میخونی، اسسمنتتو میگیری، یه شغل بوکیپینگ یا مثلا اکاونت پیبل میگیری، خب بعد باش اقدام میکنی روی ویزاهای ایالتی اقامتتو میگیری، مسیر کاملا اوکی، الزام نداری لایسنس بگیری توی مسیر. اصلا مسئله مهم اینه که شهرتو خوب انتخاب کنی. به نظر من اگه واقعا حسابداری رو دوست داری به نظر من رو همین بمون، چون هیچ کدوم گارانتی نداره. اصلا کانادا استرالیا هیچ کدوم گارانتی نداره که بره درس بخونه اقامت دائم بگیره. گارانتی تو این وجود نداره اصلا. هیچ دانشجوی بین‌المللی با گارانتی نمیاد استرالیا درس بخونه. همه‌شون با شک میان. تو همه یکش استرالیا، آمریکا، کانادا. ولی بیشترشون میان اقامتشون رو میگیرن برنمیگردن. تو نمیتونی بگی به من یکی بنویسه امضا بده، گارانتی بده که من بیام استرالیا درس بخونم. اصلا کسی برات این کارو نمی‌کنه. همه چیزایی که ما میگیم در مورد شانسه. نه اینکه درسته کلاً که مهاجرت یعنی ریسک کردن دیگه، کلاً یه جوری ریسک و قمار حساب میشه. اوکیه. ولی الان که گفتین حسابداری یکم رشته اینکه نسبت به بقیه رشته‌ها چالشی تر و رقابتش بیشتره، به خاطر هم میگم اگه رشته دیگه ای مثلا باشه اونو امتحان کنم. آخه رشته دیگه شما بخوای تو هر رشته دیگه ای بری، بازم تو فضای حسابداری با چون خیلی بخواد فضا تو عوض کنی، ویزای دانشجویی بهت نمیدن بعدن. ویزای دانشجویی میره تو من. بعد تو چه فضایی میخوای بیای؟ شما نمیتونی تو فضای مهندسی بیای، که نمیتونی تو فضای پزشکی بیای، علوم تجربی که نمیتونی بیای. باید بیای تو فضای حسابداری، حالا یا مسائل مالی یا چیزای اینجوری. خب ما یه سری طیف رشته داریم، فضاهای مثلا فایننس، تو این فضا ما میتونیم بیای. میتونیم یه تحلیل رشته بکنیم بعدا با هم دیگه، ببینیم تو این فضاها کدومش بیای بیشتر هم مورد علاقت هم شانس مهاجرتی میگیری. میشه روش تحلیل کرد. ولی میگم حسابداری هم اگر درست و حساب شده از اول قدم برداریم، میشه شرایطی ایجاد کرد که شانس مهاجرتی روش بالا باشه به نظر من.